برنامه رو امشب با یک گزارش اقتصادی آغاز میکنیم موضوعی که فکر و دقدقه بسیاری از ایرانی ها هست در ایران در حالی که کارشناسان بازار مسکن وضعیت این بازار رو آشفت توصیف و تغییرات قیمت رو در صبات ارز عنوان می کنند گزارش های از افزایش چشمگیر قیمت اجاره بها داره هفته گذشته گزارشی داشتیم از قیمت خرید و فروش ملک در ایران این هفته وفا آذربهاری نگاهی داره به وضعیت اجاره در شرایط کنونی در ایران کابوس اجاره مسکن در تهران این روزها همه در موردش صحبت می کنند چرا که به نوشته روزنامه فرهیختگان بسیاری از خانواده های ایرانی از داشتن خانه شخصی محرومند و سالها به اشکال گوناگون خانه اجاره کردند این روزنامه حکایت اجار نشینانی را نقل کرده که صاحب خانه عذرشان را خواسته و تنها در صورت افزایش کرایه آنچنانی حضور آنان را میپذیرد اما به نوشته این منبع حقوق آنها اگر هم بیشتر شده باشد تنها کفاف خرد و خوراک خانوادهشان را میدهد بر اساس گزارش های منتشر شده کلان شهر تهران با افزایش بیش از 56 درصد ثبت قراردادهای اجاره همچنان پیشتاز اجاره نشینی در ایران است خبرگزاری ایستا در گزارشی با عنوان ارزانترین و گرانترین نرخ اجاره آپارتمان 60 متری در تهران منطقه سعادت آباد با اجاره ماهانه 2 میلیون و 250 هزار تومان را بالاترین و محدوده مسعودیه را با اجاره 610 هزار تومان ارزان ترین منطقه اجاره در تهران اعلام کرده است منابع خبری در ایران همچنین نرخ موجود برای اجاره بها را تعجب برانگیز توصیف می کنند و بر این موضوع تاکید دارند که مبلغ رهن کمتر از 15 میلیون تومان نیست آن هم برای واحدهایی که از لحاظ کیفیت درجه یک نیستند در حالی که افزایش حقوق 7 درصد پایین تر از نرخ تورم رسمی است خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بازار داغ اجاره بها و مستاجرانی بی از قول سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بالا رفتن قیمت اجاره بها را تایید کرده و علت این موضوع را به آنچه مشخص نبودن قیمت مسکن عنوان کرده نسبت داده این در حالی است که آمار رسمی از افزایش 82 درصدی قیمت زمین و گرانی 53 درصدی قیمت مسکن خبر میدهد دهد تازه ترین نظرسنجی هم که از سوی خبر آنلاین در مورد مسئله قیمت مسکن انجام شده کاربران گزینه افزایش قیمت مسکن را در سال جاری انتخاب کردند وفا آذربهاری صدای آمریکا